نه از من هنگامی افشار هستم، خدمتون برنامه رو در رو رو ارائه میدم به همراه امیر شهرتی کارگردان فنی برنامه. امروز شنبه 8 بامداد روز اول سپتامبر 2012 میلادی، کنفرانس اجلاس کشورهای غیر متعهد در ایران که بعضی از اینها به ویژه ایران که میزبانه نه تنها متعهد، غیر متعهد حد نسبت مردمانش و اسم خوبیست. حالا یه موقعی در زمان جنگ سرد دو نیروی روس شوروی و اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، اون کشورهایی که عضو هیچ کدوم نبودن، اعتراض داشتن به هر دو کشور ابرقدرت، آمدن و یک اجلاسی تشکیل دادن. ولی امروز این غیر متعهدا بیشتر اینها نسبت به مردمان خودشون غیر متعهدن. و یک کاریکاتور گویایی از آقای مانا نیستانی کشیده شده که چگونه این فرش سرخ رو بر روی اجساد ایران انداختن، کشورهای غیر متعهد. بله بله واقعا غیر متعهدن نسبت به مردمانشون. و اون آقا هم است که از شکمش معلومی که رهبر کره شمالی است، و این بابا هم که اسرائیل دیگه کشتارگاه ایران داره دعوت میکنه. یک کاریکاتور پرمعنا از این اجلاس سران غیر متعهد در ایران. اما از ایران تلفنی داشتم از خانوم به نام آفاق اگر اشتباه نکنم، چون همین خانوم مرتب با ما در تماس گزارش میده، کسی بود که با تعداد 60 نفر دوستان پول جمع کردن، وسایل جمع کردن، رفتن به زلزله مناطق زلزله خیز آذربایجان شرقی در هفته اول. هفته دوم رفتن، اجازه ندادن پاسدارها، و چند روز پیش زنگ زد، صحبت عجیبی کرد، گفت ما رفتیم خون بدیم، دختر من که رفت خون بده در صف از او پرسیدن آیا ازدواج کردی یا نه، دخترم گفت نه، گفت اونهایی که ازدواج نکردن خونشون رو به هیچ وجه نمیگیریم. گفتیم به چه دلیل؟ گفتم به دلیل اشاعه ایدز در جوانها. البته من قرار بود این خانم باشون گفتگوی کنم، صداشون رو پخش کنم، موفق نشدم، ولی در هفته های آینده، چون خوب زیر ذره بین میگذارن مسائل ایران رو. گفته این خانم این بود که توجهش که ببینید اشاعه ایدز و بیماری در بیان بین جوانها چقدر زیاده که خود رژیم اونجا میپرسه آیا شما ازدواج کردین یا نه، اگر ازدواج نکردین ازتون خون نمیگیریم، چون بیماری ایدز زیاد شده، شما ممکنه ایدز داشته باشید. حالا هر آینه شما هر خونی رو که میگیرید باید آزمایش کنید، چون فقط موضوع ایدز نیست، هپاتایتیس هست، بیماری های دیگر هست، و اینها رو باید در خون مشخص بشه. اما موضوع که خود رژیم هم فهمیده در داخل ایران چه خبره، بسیار این رژیم اسلامی آشغالا رو میزنه زیر فرش. بابا تعلیم بدیم، جوان بالاخره سکس رو انجام میده، شما خودتون آخونده سن 70-80 سالگی از دختر جوان نمیگذاری، 5 و 6 و 10 تا و 30 و اصلا فحشاخانه های ایران رو خودتون را انداختین، خودتون آقا رئیس خانم رئیس شدین. حالا چجوری برای جوان ها ممنوع میکنید که سکس رو، که اینا مجبور بشن مخفیانه وحشیانه و اینطوری با دلهوره آزار آزمایش؟ باید در رادیو تلویزیون ایران در مطبوعات آموزش داده بشه که جوان ها بدونن روش جلوگیری، روش جلوگیری از این بیماری. وقتی خودتون خون جوان ها رو نمیگیرین برای زلزله زدگان و میگید به خاطر به این وحشتی که شما دارید گزارشی که پخش نمیکنید، حتما باید یکی از مردم عادی بری در اونجا و چنین با چنین واقعیتی تلخ آشنا بشه و اینه به ما گزارش بده. به هر حال ما خواستیم اینن این رو تکرار کنیم که بسیار فاجعه انگیزه. و اما این اتحاد جماهیر شوروی، روس‌ها 60 تا بیش از 6 دهه جنگیدن که مذهب رو بردارن و جایگزین کنن با لامذهبی رو، یا حقوق برابری و برادری و کارگری، و اسلام هم با حقوق برادری و برابری اومد.
حالا ذهنیت خیلی زیباست در پشت سوسیالیسم، کمان که میبینیم در کشور اروپا کار کرد، ولی این سیستما هر آینه وقتی میاد به منطقه خاورمیانه و جاهای اسلام زده، اسلام همه چیز خرابش میکنه، به یه شکل دیگه در میارن. اما اینها 6 دهه جنگ، حالا امروز هر کسی رو که مخالفت بکنه با اسلام، اسلامیون، کلیساها، اینها به اون جور مردم رو میگیرن و زندگی میکنن. پیش از اون باید بگم موفق نشد 6 دهه که بتونه مذهب رو، شما مذهب رو نمیتونین از مردم بگیرید، اتفاقا با خشونت بیشتر ممکنه اینها به طرف چیزی که بشر به تکیه گاه نیاز داره. بشر ضعیفه، بشر تنهاه، بشر هر چقدر علم و دانش داشته باشه، حالی کسی ممکنه عبادتش یا عبادتگاهش علم باشه، دانش باشه، فلسفه باشه، طبیعت باشه، هر کس، ولی بشر به تنهایی تنهاست، موجودی تنهاست بر روی کره خاکی، نه ثروت، نه شهرت، نه فرزند، نه عشق. باز او دوست داره به یک چیز مهمی وابسته بشه. این جزئی بخشی از طبیعته که هیچ سیستم و رژیمی نتونسته و نخواهد تونست از بین ببره. حالا این مذاهبم به این دلیل هست که مردم وابسته شدن و سیاسیون بر سوار بر این دانستن نیت مردم، سوار شدن بر سیاست مذهب. ببینید چه جنگ هایی که راه نیفتاده قرن، از جنگ های صلیبی، جنگ های مذهبی و امروز در ایران خودمون. اما در همین اتحاد روسیه در داغستان ببینید چه می کند مذهب به ویژه اسلام و تروریست مذهبی. تروریست مذهبی هفته گذشته خیلی جالبه، قبل از اینکه این عکس این دختر خانومو نشون بدین، اولا گزارشی هست که از سال 2000، ببینید 2000 یعنی چیزی نگذشته بود بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی اصلا پاشید، تا به حال فقط بیش از 22 دختر بمب گذار نه اینا گروه رایت هستند، پوسی رایت بدن نشون میدم، 22 دختر بمبگذار اعمال تروریستی انجام دادن در مکانهای سیاسی، آدمهای سیاسی رو کشتن، آدمهای معمولی رو کشتن. و میدونید که در 2010 هم 2 دختر از داغستان خودشون رو در سابوی جای قطار زیرزمینی منفجر کردن و 40 نفر رو کشتن و 121 نفر زخمی کردن. این دختر جدید، این یک دختری از داغستان که به اسلام گروید، زن یکی از تندروهای اسلامی شد و بعد همین 3 روز پیش یعنی سه‌شنبه 28 آگوست 2012 رفت و به مکان یکی از بلندپایگان صوفی به نام آقای افندی 74 ساله یکی از رهبران پرنفوذ صوفی های اسلامی در روسی و در استان داغستان، او رو خودش منفجر کرد به همراه 6 تن به ویژه یک پسر 11 ساله. حال من نمیدونم اینا چرا شوهراشون خودشون نمیدن به خودشون بمب بندازن، چرا دخترها رو دارن، زنهاشون و دخترانشون و خواهرانش دارن استفاده میکنن، چرا خودشون نمیدازن جلو؟ معلومه ریتاردد، عقب افتاده است این بیچاره، از وقتی که ازدواج کرده روش کار کردن، ذهنیتی نداره، چهره معلومه یه بچه این اگر در اروپا خب به هر حال مورد تعلیم و تربیت قرار میگرفت، شاید میتونست یک معلم خوب باشه، میتونست یک فیزیک دان خوب باشه، اما از دختران در داغستان بسیار استفاده میکنن. علت کشتن این آقای افندی 74 ساله که ده ها هزار یا صدها هزار پیرو هم در روسیه هم در جهان داره، بین روحانیون بلندپایه، بین ثروتمندان، میخواسته با سلفی ها نامی داده، دخالت کرده، اطلاعیه داده که سلفی ها و صوفی ها باید با هم آشتی کنن، باید رفاقت ایجاد شه، باید تندروهای تندروی‌های اسلامی کنار گذاشته بشه. این صوفیگری هم که میدونیم مرکزش ایران بود، اصلا از ایران این قرقنبیل‌های اسلام برای آرایش و زیبانگری از اختراعات ایرانیان شاعر و با احساس بود. حالا
این اتفاقی که در روسیه افتاده و عکسی که دولت روسیه افتاده، این زنگ خطر بزرگی است برای خود دولت روسیه که این حمایتی که داره از تندروهای مذهبی در منطقه میکنه داره میاد برای گوش خودش. یه امریکایی‌ها یه اصطلاحی میدارن، میگن whatever goes around comes around، هر کاری که بکنی بازگشت میکنه به خودت. حالا روسیه باید منتظر این ناملایمات و اختشاشات در کشور خودش باشه. و جالب اینست که چند هفته پیش هم که میدونید یک گروه پانک راک زنان به نام پوسی رایت که اینها خیلی بی بند و بار لباس میپوشن، صورتاشون رو پوشن، در یک کلیسا رفته بودن برای کلیسای افراطی کاتولیک و از مریم، از اونها خواسته بودن که از مریم مقدس بخواین که پوتین رو داغون نابود بکنه چون مخالف پوتین هستن. حالا آقای پوتین خواسته مخالفین خودشو بندازه زندان، گفته اینها چون به کلیسا و به مذهبیون اعتراض کردن و بی احترامی کردن و بی احترامی به مذهب در روسیه غیر قانونه، ای والا پس برین تمام اون چند میلیونی که زیر خاک هستن خانواده هاشون رو یک جلسه عمومی، یک حرکت جهانی بگذارین و از اونها اقلا یک عذرخواهی بین المللی بکنید. و چند روز پیش دو دختر رو که اعتراض کرده بودن به زندان شدن این گروه پانک راک در خونهشون به فجیع ترین شکل کشتن، نشون بدید اون عکس رو، و بر دیوار این دخترها نوشتن فری پوسی رایت. گفته میشه که این بعد از کشتن این دخترها که به شکل فجیع کشته شدن، از طرفداران پوسی رایت بودن و از مخالفین پوتین بودن و خواستار آزاد، چون حدود 2 سال اینها رو دادگاه محکوم کرده چون بی اسم مذهبی احترامی کردن، صحبت بر سر این هست که این احتمالاً توسط گشتاپوهای خود آقای پوتین کشته شدن. این رو زدن فری پوسی که بخوان اذهان عمومی رو مخشوش کنن، منحرف کنن و بگوین که این اتفاق توسط مخالفین گروه توسط مذهبیون اتفاق افتاده و توسط مخالفین گروه پوسی رایت شده، چون این گروه در واقع از ارتدوکسای مسیحی در کلیسا رفته بودن با اون شکل و شمایل کلیسا رو به هم زده بودن. حالا به هر حال اینم خیلی جالبه که روسیه چگونه داره مذهبی میشه، از مذهب حمایت میکنه و مذهبی های تند رو چگونه دارن این کش با داره شبیه فلسطین میشه، داره شبیه حزب الله لبنان، کارهایی که در اسرائیل میکنن، کارهایی که در جاهای دیگه میکنن. چون در تهران، در ایران علارغم تمام این موضوع مذهبی، ایرانی به خودش بوم نمیبنده. بالاخره ته ذهنش یه زرنگی هست که ذهن رو هنوز این اتفاق نیفتاده. البته در بلوچستانی که 2 مورد بود، این هم به علت این که اونها طرفدار ریگی بودن و دیگه بلوچا بیچاره ها از جون خودشون هم گذشتن. حالا مذهبی مذهبی است. اولا یه عکس نشون بدین آقای امیر، این رو می‌خواستیم آخر نشون بدیم. این مذهب اسلام از روزی که آمده 4 نفر، ببینید به چه شکلی اینها میشینن و جونور رو کباب میکنن که شما فکر کنید حتی دیدن همچین سفره حال آدم رو به هم میزنه. گوسفند رو به شکل همون گوسفند کباب میکنن دورورش رو، و این آدم ها درست مثل شغال ها و پلنگ هایی هستن که عکس بالا دست راست، خالقین امام رضا و اسلام، اینا آدم خورن، اینا ملخ همون ملخ خورها هستن، اینها این جونورا انسان ها هم همین گونه سلاخی میکنن. حالا اینا دوز کشورهای در واقع همون غیر متحد، کاش متحد بودین خود آدم میشدین، یا به امپریالیسم میگرویدین یا به کمونیسم میگرویدین، یه خورده فرهنگتون بالا میره. ببینید اصلا واقعا اینه که جونور وحشی، یک پلنگ، یک شیر، آخه این سفره است، اون بچه هم نشسته اونجا و پشت سرش رو نگاه کنین. از این نوع غذا ما میدونیم در سفره در روزخونی ها ایران خب سینی میووردن،
قیمه پلو خیلی زیبا و قشنگ بود، ولی اینکه جونور رو به همون شکل مثل اینکه آدم گذاشتن اونجا، چگونه شما به اشتها میاد؟ حالا ببرید حرکت بدید عکس رو. این امام رضای ما که مردم این پولاشون رو به جایی که برن تو جیب این فقیرا بریزن تقدیم کنن به فقرا، میرن به این میدن و اینها نزورات حضرت رضا رو جمع میکنن میزنن به جیب، یا میبرن خرج تروریستا میکنن، یا میبرن خرج طلای گنبدها میکنن. من نمیدونیم این ملت ایران کی میخواد به هوش بیاد که این تمام کسانی که کمک کردن، نه آدماشون از مرگ نجات پیدا کردن، نه خودشون از مرض نجات پیدا کردن. امام رضا اگه میتونست کاری بکنه، خودش تا حالا بلند شده بود اومده بود بالای گنبدش نشسته بود گفته بود معجزه کردم خودم رو زنده کردم. خودش برای خودش و اعوان انصارش نتونست کاری کنه. این پولها آخه یه موقع هم ممکنه که اینا یه پولای تقلبی باشه، اینا رو برای تزیین و برای تبلیغ چاپ میکنن، ولی نمیدونم واقعا نگر از جیب این ملت دربند و فقیر و بیچاره است. پس نمیدونم دیگه چی بگم، شاید بیشتر از این باید فرو بره در این بیچارگی. البته من اجازه بدید من این سخنم رو پس بگیرم، چون این سخن نفرین دستراسی های افراطی است. این کسانی که این پول ها رو میدن در واقع ده برابرش از جیب مردم میزنن به نوعی دیگر. این صدقه هایی که میدن نوعی برای رپورتاج آگهی حضور خودشون در صحنه قدرته. و بعد بیارید پایین آخوندهای خودمونم نگاه کنید، اینها فرزندان کوروش و داریوش امروز باید برای ایران حکمرانی کنن، دقیقا شبیه همون عرب. اینا که خیلی ایرانی نیستن این دست چپی، حالا یه خورده قضاشون مدلش زیباتره، مثلا دیگه جونور خود جونور نشتن، ولی شما اصلا چگونه میتونید از یه همچین سفره‌ای بخورید؟ غذا زیباییش اینه که کم باشه، بشقاب معلوم باشه، اشتها آور باشه، و این شکم لامصب مگه توش چقدر جا میگیره؟ این غذا رو بقیهش رو چیکار میکنید؟ این همه گرسنه در ایران، و بعد تازه اگرم ته سفرتون رو میبرید به گرسنگان پخش میکنید، ننگ بر شما، باید سر سفره رو ببرید نه تمونده غذاتون. و بعد اون زن بیچاره که از جوی آب داره آب میخوره، آب آلوده که معلومه بعد از خوردن این آب هزاری مرض میگیره، این سرنوشت ملتی که امروز اسلام اومده اخوت و برابری، که این اخوت و برابری هم از ابتدای خود ایرانی ها بود، اصلا در فرهنگ عرب چنین چیزی وجود نداشت. اینا بردگی و شمشیر کشی، در بردگی و شمشیر کشی که اخوت و برادری وجود نداره. یه عده ایرانی که با اون تندروهای مذهبی در واقع زرتشتی که اینها مغان و سرداران ساسانی قدرت در دست گرفته بودن، دیگه گندش رو در آورده بودن، یه عده از روشنفکران آمدن و ساختن همون گونه که همیشه مثل الان که عده میگن بیان ایران رو حمله بش بکنن ما آزاد بشیم. آخوند مسیحی که دیدیم چه کردن در مسیحیت و ننگش امروز هست، امروز جوامع جلوش رو گرفتن، اما همچنان از طریق کلیساهاشون سعی میکنن و مردم دلشون میخواد برن پولشون رو بدن، اما مردم کنترل زندگیشون رو در دستشون هست. آخوند نمیتونه بیاد به جرم این که یه کسی مشروب میخوره سرشو بزنه، دادگاهیش کنه، توهین بکنه، آزادی بیانه. اما آخوند امروز دیگه این خاخامای اسرائیلی دارن جای خاخامای آخوندهای ایران می نشینن. این یک خاخ رهبر مذهبی اسرائیل خواهان نابودی ایران شد. خاخام اسرائیلی یک نشونش بدین دقیقا کپی آقای خمینیه. یعنی این مرد اگر قدرت اسرائیل، اگر این دموکراسی ظاهرن، من فکر میکنم دین و دولت در اسرائیل به شدت ادغام شده است و به ویژه دولت اکنون آقای نتانیاهو تندروهای مذهبی ازش دارن حمایت میکنن، در واقع دین و دولت اسرائیل در هم ادغامه و وحشتی در بین مردمان اسرائیل انداخته. آزادی بیان دارن، اعتراض میکنن، اما حرفشون پوچه، هیچ کی با اینها کاری نداره، میگن حرفتونو بزنین که گوش میده. و این آقای خاخام اسرائیلی یه هفته بعد از ملاقات با نتانیاهو، یعنی این آقای نتانیاهو با مذهبیون خیلی تنگاتن میشینه، فالوده هم میخوره، گفته که باید نفرین های خود را متوجه ایران و شرورانی کنیم که اسرائیل را تهدید میکنند، خدا آنان را ذلیل کند و بکشدشان.
بعد عبادیا یوسف، عبادیا یوسف خاخام برجسته و رهبر معنوی حزب شاس. من نمیدونم چه رهبر معنوی است که برای انسانیت و بشریت داره آرزوی مرگ میکنه، عینکش رو برداره تا چشماش دیده بشه، نمیدونم نابیناست یا چی عینک داره. ایشون معنوی برجسته در این شخص حزب شاس هست، از احزاب تندرو و افراطی اسرائیل، از یهودیان خواست که برای نابودی ایران دست به دعا بردارن. این خاخام محافظه کار از پیروان خود خواست که در سال نو مسیحی برای نابودی دشمنان اسرائیل به ویژه ایران و حزب الله و لبنان دعا کنند. او گفت باید نفرین های خود را متوجه ایران و شرورانی کنیم که اسرائیل را تهدید می کنند. خدا آنان را ذلیل کند و بکشدشان. هفته گذشته مقامات ارشد نظامی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دست راستی اسرائیل نزد خاخام یوسف رفته بودند تا او را برای حمایت از حمله نظامی به ایران مجاب کنند. تنش لفظی میان ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر به شدت بالا گرفته است و ادعی. حالا جالب اینجاست که این روزها اینجور اخبار که میاد یه دفعه کسانی میگن نه 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 این اشتباه چاپ شده ها، حرف این ایشون منظورش دولت ایران نبوده، منظورش حکومت ایرانه، ولی هم روزنامه های اسرائیل نوشتن، هم روزنامه های جوان نوشتن، هر به خود این بابا رو پخش کنید، یعنی گفته که ملت ایرانی ها و مردم لبنان که همشون هر دو ملت دستاویز و اسیر حکومت هاشون شدن، حالا بخشی از این جوامع شبیه اونها هستن. ولی اینکه یک خاخامی در اسرائیل که مورد حمایت نخست وزیر باهاش میشینه صحبت میکنه و درد دل میکنه، چنین فتوایی در واقع فتوا داده، دعا کرده، و این ذهن، این ذهنیت رو در مذهبیون به وجود میاره، این مجوز رو میده که باید نابود شن. و الان هم که میدونی شو اسرائیل هر دم میخواد به ایران حمله بکنه، منظورش هم مسئله نیروگاه های اتمی نیستن، اسرائیل ایران رو نمیخواد، اسرائیل به قدری، اینم که میگم اسرائیل، مردم اسرائیل نه، چون در داخل مردم اسرائیل بسیار مخالفن، جوانها بسیار ناراحتن از همین آقای شاس و حزبش، احزابش، که اینها روزای شنبه و جمعه و شنبه این اتوبوس ها رو تعطیل میکنن، مکان ها رو میبندن، این جوانای بیچاره میخوان برن عشق کنن، تفریح کنن، کار کنن. اعصاب مردم اسرائیل هم جوانا خورد شده از دست اینها، و اینها ازدواج میکنن، تعداد زیادی فرزند دارن، بریش های دراز و عباهای دراز را میرن تو خیابونای اسرائیل، اصلا مثل که مالکن و دنبال این هستن که یه روزی حکومت رو در دست بگیرن، اما به شدت در حکومت نفوذ دارن. همین ها این گروه های تندرو بودن که نتانیاهو رو آوردن رو، و امروز نتانیاهو میدونه اگر اوامر اینها رو اجرا نکنه، این حرف های تبلیغاتی، همین ها میکشنش پایین. به هر حال به گونه شده که خود امریکا الان مقابل اسرائیل داره میگه نه آقا کم بیا، کوتاه بیا، ما ایران رو دیگه تا چقدر لای منگنه بذاریم، میگه نه الا و بالله باید حمله کنیم. و این آقای مترامینی هم که از حزب جمهوری خواه اومده دست راستی، برای که بخواد رأی اون تندروهای مسیحی امریکایی رو به دست بیاره که با در واقع تندروهای یهودی خیلی کلیساهاشون یکی هست، اینها آقای داره میاد میگه که اوباما به اسرائیل نرسیده، اسرائیل باید این کار کنه، من اگر رئیس جمهورشم به ایران حمله میکنم. این رأی فقط میخواد، حالا معلوم هم نیست اگر به ریاست جمهوری برسه اون موقع فرق میکنه، اون موقع میره رو سیاست خود امریکا. اما متاسفانه این فساد به داخل خود امریکا، مبارزات امریکا کشیده شده و بسیار آینده زشت و تاریک و بدی میبینیم اگر امریکا نیسته مقابل این زیادی خواهی های اسرائیل. برای چی میخوای به ایران حمله کنی؟ مگر امریکا متقاعد نشد توسط خود اسرائیل که عراق وسایل کشتار جمعی داره و ببینین مملکت رو به کجا کشوندن. هدف این بود که تجزیه شد به عراق، عراق الان صحبت تجزیه شد، مسلمون و مسلمونا از کردها یه بخش گرفتن شما که چقدر هم دارن حمایت میشن، سنی ها و شیعیان نمیدونستن
که چه اتفاقی میفته، تیک پاره شدن. و برای اینکه بدونید نقشه برای ایران چیست، یه موقع میگفتن امریکا داره برای ایران نقشه میکشه، یه موقع میگفتن روسیه داره برای ایران نقشه میکشه، حالا اینا هستن. امروز اسرائیل داره برای ایران، برای تجزیه ایران نقشه میکشه و مدارکش هم هست، اسنادش هم هست. عزیزم لطف بفرمایید، این آقای پرگو و زیادگویی که آمده کجاست این؟ آها، یه کانگرسمن امریکایی به نام دینا روح را بچر، نماینده کنگره آمریکا، ایشون از کالیفرنیا هست، در حمایت از ادغام آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان شمال شوروی که همون اران هست، نامه‌ای به خانم، نامه این آقا در پی اخبار همکاری‌های نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی، چون آقای نتانیاهو یه پاش تو اسرائیل یه پاش تو کاخ سفید، یا اگر اونجا نباشه پامشه میره آذربایجان شمالی، و داره مقدمات این جریان جدا کردن آذربایجان از ایران رو، یا البته یک تلویزیون هم منفوری هم هست در همین شیکاگو که معلوم نیست این تلویزیون رو کی داره حمایت میکنه، اما آن چیزی که آشکار هست این هست که این آقا هم بعد از این که در پی اخبار همکاری های نظامی اسرائیل جمهوری آذربایجان که همون اران، یک نامه نوشته به خانم کلینتون و گفته که این دو آذربایجان ایران رو با آذربایجان شوروی یکی کنید. خب تجزیه ایران، آنچه که باعث تأسف من هست در اینجا این هست که چند چیزه. یکی این که ببینین زمان شاه مردم با حکومت شاه مخالف بودن، خیلی خوب توده یا میگفتن هرچی، حاضر بودن ایران به آغوش شوروی بیفته اما شاه بره. امروز هم مخالفین جمهوری اسلامی حاضرن ایران تکه تکه بشه، چون جنگ تمام این مقدمات، آخه ما این رسانه های گروهی که بلندگو در دستشون هست صبح تا شب میدمن و کوچکترین انتقادی نمیزنن تو دهن این بابا کنگرسمن دینا راه را بچر، اصلا زیرابی میرن. میدونیم چی میگم؟ آره دیگه، تا ما باشیم وقتی که حکومت چنینی هست اینها هم هست، یعنی حق با اینهاست. اینها رو نمیان زیر ذره بین ببرن به اینا بگن هر چی که هست ملت ایرانه، کشور ایرانه، شماها باید حمایت کنین از مردم ایران، باید از پشت پرده سازش با اینها که سرسداش هم هر از گاهی هر از چند سالی در میاد، جنگ بوده مثلا اسرائیل اسلحه فرستاده به ایران، جنگ بوده امریکا اسلحه فرستاده ولی ظاهرا مخالف، که مخالفین هم در اینجا دارن یک جورای غیر مستقیم با این سیاست یا زیر سیبیلی در میکنن، یه جورایی اصلا نمیخوان انتقاد کنن. امروز این حرکاتی که اسرائیل داره انجام میده هم به ضرر مردم خودشه، هم به ضرر منطقه است، هم به ضرر مردم ایرانه و هم به ضرر مردم دنیاست. رفته این آقای نتانیاهو تو سفارت امریکا در تل‌آویو نشسته، در اونجا داد زده که رئیس جمهور شما به اندازه کافی توجه نمی کنه. این آقا مثل ارث باباشو میخواد، امریکا چه بکنه دیگه؟ ما 3 میلیارد دلار که از تکس بنده و میلیون ها نفر دیگر رو داره میده، همه جان پشت اسرائیله، یک تشکر از امریکا ندارم. تمام مدت دارم به آقای اوباما یک رئیس جمهور هر از هر در جهت توهین میکنن، هرچی بیشتر میگیرن بیشتر میخوان بده 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 بده. و امروز اینی که این انتقادها رو نکنید به دلیل این که به شما میگه انتای سمیتیزم یا انتای نخر، هیچ هم ما مخالف مردم اسرائیل نیستیم، مردم اسرائیل هم دربندن. این بیچاره ها رو آنچنان روح روانشون رو ترسوندن صبح تا شب که ممکنه هر لحظه حمله بشه حمله بشه، مردم اسرائیل دارن دوچار بیماره های روحی روانی میشن مثل خود مردم ایران و جاهای دیگر. اما این زیاده خواهی نتانیاهو و دولت های دست راستیش مثل همین آقای شاف که ایشون رفته باهاش نشسته نون پنیر خورده، شما رو چه بری با رهبر مذهبی بشینی؟ شما که میگید اسرائیل کشور مذهبی نیست، دین و دولت جدای دموکراسی، رفتی از این اونو تشویق بکنی که تشویق بکنن همین گروهک ها بودن که
چند سال پیش اون نخست وزیر برجسته انگلیس رو که میخواست برجسته خود اسرائیل رو زدن و کشتن، همین مذهبیون بودن، دستور همین ها بود. و ما اگر امروز متوجه دشمنان ایران نباشیم، یکی از دشمنان ایران امروز اسرائیل، دشمن اول ایران آخوندها هستن، چون عامل اصلی خود آخوندها هستن، اونها باید از سر راه برداشته بشن. دشمن بعدی، یکی از دشمنانی که میخواد ایران رو تکه تکه کنه، خیلی ها هستن، ولی اونی که علنا داره تهدید میکنه خود اسرائیله. میگه ما مورد تهدید قرار گرفتیم، ولی همش داره تهدید میکنه. خواستم خدمتتون این گزارش ها رو بدیم که بدونید که برای ایران چه نقشه هایی کشیدن. اسرائیل دیگه علنا داره، و اخبار اسرائیلی شما نگاه کنید، همین فارسی شد. هم البته خب اینها دوستان از مجریان اهداف دولت اسرائیل هستن، ولی ببینید چه برنامه‌ای برای ایران چیدن. از اون ور از عراق، در کردستان عراق پایگاه زدن، اسلحه میرسونن به کردها. بله این برای نجات مردم ایران باشه، درسته، ولی از طرف دیگه کوملو و حزب کردستان اطلاعیه میدن که ما میخوام جدا بشیم و دارن حمایت میکنن. یعنی اینها به ویژه اسرائیل داره از جدا شدن اینها تلویحا حمایت میکنه. آذربایجان جدا بشه بره جزء شما، کردستان جدا بشه، اون جدا بشه. و اگر دقت بفرمایید، این آقای برنارد لوئیس اول اومد چنین تخم لخت رو شکون، و بعد آقای مایکل لگین اومد مقالاتی مینوشت، و این سرانه حدود 6-7 سال پیش در واشنگتن جمع کرد سران همین جدایی خواهان ایران با پرچماشون رو، که بعد از اون که سرصدای رسانه‌های ایران در اومد، یه مقالات رو در رسانه‌های ایران نخوندن. بعد این خانوم جین هارمن بود، دموکرات هم هست به اصطلاح، نماینده از کالیفرنیا، در ایپک آمد که ما یک بله نقشه برای ایران گشتم. حالا این خانوم جین هارمن بعد اومد، اینو نقشه رو نگه دارید. جین هارمن اومد، این خانوم در ایپک، و ما ویدیوشو پخش کردیم، و هنوزم اگر برین تو petitioniran.com بر علیه ایشون هست که ایرانی ها حمله کردن از همه دنیا به ایشون. من گفت منظور من این نبوده، ولی چرا همه اینها یهودی هستن؟ من این رو میخوام بدم. و چرا امروز این دیدگاه با اسرائیل میخونه؟ ببینین عزیزان، من وحشت از این ندارم که اینجا پس فردا بگن انتاسمیسته، چون این انتاسمیسته الان اینها اومدن از ضد یهود بودن رو بهانه کردن به دلیل جنایاتی که در جنگ جهانی دوم شد در توسط آلمان نازی، و همه محکوم میکنن چنین حرکت ها. اینا دارن ایران رو تجزیه میکنن. و چرا ما وحشت داریم از این که نگیم؟ من حالا از جونم بترسم یا از این که برنامه‌ام قطع شه، یا این که رادیو اسرائیل به من زنگ بزنه شخصا و خصوصی از من انتقاد بکنه. ایران ما رو دارن تکه تکه میکنن. کی الان امروز داره داد میزنه برای حمله به ایران؟ کی داره تشویق میکنه آذربایجان شمالی رو برای اینکه مرتب یه پاشو آذربایجان شمالیه که باید یکی بشن؟ خدا آقای نتانیاهو از زبانش نمیگه، ولی ببینیم عواملش رو. این کانگرسمن رو باید محاکمه کنن. آیا الان در کالیفرنیا ما رو مکسیکیا چرا پس نمیدیم؟ این مملکت که ما ایران قرن هاست که آذربایجان از آن ایرانه، جزو ایرانه، و اون عده ترک زبانی که آمدن، ترکای آسیای مرکزی فرق دارن، و کسانی که اومدن، کسی که نمیخواد زبانش رو نمیخواد پاش خودش بره، از مملکت میکنید برای چی؟ حاضر میشید کالیفرنیا رو که امریکا خب در سال 1776 مستقل شد، یعنی 236 ساله، چرا پس نمیدن امریکا کالیفرنیا رو به مکزیکیا؟ میخواین ایرانی که سابقه چندین هزار ساله داره تکه تکه کنی؟ خب معلوم شد تو یواش یواش قاهدی دید در آینده، که در همین 36 سال هم همین ها پشت صحنه از این آخوندها حمایت کردن، این همه بچه ایرانی کشته شد، این همه ایرانی ها داد زدن در خارج از کشور، در داخل کشور هزاران زیر زمین هستن، هیچی نمیدونه اینها رو چگونه کشتن، این همه زندان ها حمایت نمی کنید برای حمله به ایران و تکه تکه کردن ایران، برای اینکه اسرائیل میخواد ابرقدرت بشه، به جایی رسیده که داره تو دهن امریکا میزنه. این آقا من نمیفهمم چرا رادیو اسرائیل نمیاد
یکی از برنامه های صبح بده و این آقای دینا رو را بچه رو بیاد بکوبه که به تو چه که اومدی نامه نوشتی به رئیس وزیر امور خارجه امریکا که آذربایجان شمالی جنوبی یکی بشه. من متاسفم که ما ایرانی ها هم چون با رژیم جمهوری اسلامی موافق مخالفیم داریم همون خطایی رو که میکنیم که توده ها در زمان شاه میکردن. یعنی اونا به هر قیمتی حاضر بودن که شاه بره ولی ایران تکه تکه بشه به دست غریبه بیفته ولی کن آزاد نشه. امروز هم اون کسانی که مبارز خارج از کشور هستن سکوت کردن، دارم میگن حقشه دیگه. آره دیگه، تا وقتی که آخونده هست همینه، ولی کسی تو دهن اینا نمیزنه. لابیگرامون یا خودامون لابیگر نمیشیم پاشیم بریم تو واشنگتن بگیم این حرفای غیر مسئولانه چیه برای ملت ایران میزنید؟ آخه وقتی دیگه ایران رفت تیکه تیکه شد، من دیگه برای چی؟ من چه احترامی دارم؟ حالا من میخوام احترام بذارم به امریکا یا به روسیه یا به اسرائیل یا به هر کسی دیگه؟ امروز ما باید جلوی اینا بایستیم. خب نایستدیم هر روز هر کی داره یه برنامه تقسیم ایران رو میده، سکوت کردیم دیگه، یه چهار تا وزوز زیر زبونی میکنیم بعدم میگیم تا وقتی آخونده هست همینه دیگه. آخوند تا وقت ایران هست ایران تکه تکه خواهد شد ایران سا... ولی اینا رو نمیام مقابل اینا بایستیم و بگیم بابا شماها بیان از مردم ایران از جنبش ایران حمایت کنیم. اینقدر پشت پرده دست تو دست آخوند نذارین، با آخوند خونخوار معامله نکنید. راه هست، همون گونه که هزار یه راه توطئه بوده کشورها رو تا به امروز طول تاریخ حکومتاشون رو عوض کردیم. زمانی دکتر مصدق مگر توطئه نکردید؟ امروز نمیتونید مردم، اصلا مردم کاملا از معادله سیاسی خارجن. به هر حال خواستم این رو خدمتتون بگم و بعد اینها هم سوار بر این موج اسلام و تا وقتی که این ملت ها درگیر این حزبشون و حزب اسلامیشون هستن، نه سرمایهشون مورد خودشونه نه قدرتشون. این امریکا یک کشور 236 ساله ابرقدرت شده، یک کشوری مثل افغانستان که اون پشتوانه تاریخی هزاران ساله رو داره با اون ثروتی که در کوهات جواهرات زیر زمین میجوشه، افغانستان آینده جهان از لحاظ ثروت، یه کشور بدبختی شده که بچه هاش از بیچارگی فلکسرگی دارن میرن طالبانیست میشن. این دختر تفلی رو نشون بدی که زنانش هنوز حق ندارن به مدرسه برن، حق ندارن به شوهر نبگن. یک دختر بیچاره هم که صورتش رو در افغانستان سوزونده بودن به هر حال به همت ارگانیزیشن های انسانی جهانی تعمیر شد. ولی موضوع اصلا این هستش که از این اسلام استفاده میشه و تا خود ملت ها، تا ملت افغان، تا ملت ایران، تا ملت پاکستان خودشون حمایت نکنن از زنانشون، از آموزش زنانشون، از آموزش فرزندانشون، از خب هیچ، این سر همیشه فقیر خواهند بود و همیشه براشون تصمیم خواهند گرفت و همیشه به عنوان اسلام خودشون رو به جون خودشون میندازن و وجهه از اینها در دنیا نشون میدن که اینها یه ده تروریست هستن، کلهم باید نابود بشن. یه بمب اینجا یه بمب اونجا، هر چی چه داد افراد کمتر باشن بهتره، فقط به خاطر خفتگی آنها، به خاطر عدم بیداری اونها، به خاطر تبلیغ این همه مذهب. و هر آدم روشن فکر هم که در این کشورها به وجود میاد یه جور زیرابشو میزنن، هر جنبش دموکرات مابانهی که میخواد حرکت کنه یه جور زیرابشو میزنن، تندروی ها رو پشت هم هی تبلیغ میکنن. خب عزیزم آقای اجازه بدید ببینم مطلبی برای این روز چه میزان وقت داریم عزیزم؟ بله، این آقای دینا روح را بچر البته من شنیدم که در کالیفرنیا یه دهی آمدن اعتراض کردن، ولی ما باید فریاد بزنیم و کسانی که امروز پشت این قضیه هستن و خودشون زدن به اون راه، همه تقصیرها رو دارن میندازن سر ایران،
ما مقصر هست ایران، اما تقصیر ما مردم چیه؟ شما میخواین برین ایران رو نابود کنین، خب برین یه بمب بندازین رو سپاه پاسداران. شما نمیدونین خامنه ای در کجا زندگی میکنه، چطور مورچه رو زیر زمین رد پاشو میگیرید، چرا اینها رو از سر را بر نمیدارید؟ اینها که بلای جون ملت ایران و بلای جون منطقه و بلای جون خودتون و بلای جون تاریخ شدند، چرا اینها رو میخواین؟ برای اینکه به نفعتونه که توسط همینها این ایرانی که اگر دو دهه بهش امکان داده بشه شاخص اینجه در منطقه، چون پشتوانه تاریخی داره. از همین ایرانی های فراری یا مهاجرت کرده 5-6 میلیون ببینید که چگونه از بهترین اقلیت های جهان هستن، نه به گفته بنده، به گفته آمارگیرها در هر سطحی، چه تجارت، چه پزشکی، چه آموزش، چه هنر، یکی از بهترین ها هستن، لایق ترین ها هستن. آیا اینا آمدن در جوامع بین الملل با پای برهنه و با دست خالی اومدن؟ خب خیلی ها با پول آمدن، ولی آمدن یکی از با آبرو ترین مهاجرینه. اینا فرق دارن با اون بیش از 70 میلیون ایرانی که در ایران هستن. این قبیله ای که داره حکومت میکنه بر ایران که از آن ایران نیست، ولی هر روز ای داره تقویت میشه. حالا ما بخشیشو میگیم توسط مردم، مردم ایران که چند سال اول فهمیدن گول خوردن، توسط دولت خارج داره حمایت میشه. حالا چند طرفه میخوان ایران رو بزنن. تمام این اهداف برای تجزیه ایرانه، تجزیه ایران نه با دست ایرانی. ایرانی ها تجزیه ناپذیرن، یک بافت فرهنگی است که الیافاش، این الیافای فرهنگی در هم گره خورده، اما این سیاست ها داره توسط دست های خارجی و توسط یک عده که جز اون خطه نیستن، در واقع روح و فرهنگش و اون خطه زبان آذری صحبت میکنن، زبان کردی صحبت میکنن، و خب همیشه یه عده هستن میخوان تجزیه کنن. تو همه آمریکا هم عده هستن میخوان امریکا رو جدا کنن. همین تگزاسی که بنده توش زندگی میکنم، بارها در اینجا من اتفاقا با چند تگزاسی صحبت کردم، گفتم واقعا تگزاس میخواد از امریکا جدا شه، چون میدونی جزء ایالات امریکا نبوده، بعد این جمهوری تگزاس بود، و بعد برای اینکه وضع مالیش خوب نبود و موضوع حمله مکزیکا بود، آمد و پیوست به امریکا. ولی الان تگزاس یکی از بزرگترین، بعد از آلاسکا بزرگترین ایالت امریکاست، و آلاسکا که خب نصفش یخه. اگر الان با این ثروتی که داره تگزاس، جمهوری تگزاس بشه، رقیب امریکا میشه، کشور ابرقدرت میشه خودش. و این گفت با هر این تو فکر هر تگزاسی هست که همش نشستن جو ببیشه اینجا جمهوری خواهم هستن که چجوری تگزاس از آمریکا جدا کنن، چون آمریکا داره تگزاس رو بدبخت میکنه. ولی آیا چنین اتفاقی فهم کنیم میفته؟ حرفش هست کالیفرنیا جدا میشه بشه بره به مکزیک به پیونده، یا جاهای دیگه که همطور تیکت سرخ پوستاره که زدن کنار. برای چه این تصمیم رو برای ایران میگیرید از داخل امریکا؟ امریکایی امریکایی امریکا زاده، چرا خودتون نمیگین که حق خیلی ها خورده شده باید بهشون پس داده بشه؟ برای ایران دارین تصمیم میگیرین. به هر حال اگر حواسمون نباشه همه چیز کاسه کوزه ها شکسته میشه سر آخوند، ولی نه، سر خودمونه. و عدم اعتراضمون به این آدمایی که با این پر روی در رسانه های جهان دارن میدمن که ایران باید بهش حمله بشه، ایران باید تیکه باره بشه، و با تجزیه خواهان دست به یکی کردن، دارن اینها رو کمک نظامی میکنن، کمک فکری میکنن، کمک مالی میکنن. به هر حال هموطنان، روز شنبه 8 بامداد و بازپخشش فرمودید بین 12 تا 1 شب، درسته؟ بله. فقط من هفته یک روز فعلا برنامه دارم تا بعد روزها رو اضافه کنیم. بسیار از امیر شهرتی گرامی سپاسگزارم و از شما هم میهنان عزیزم. بدرود تا برنامه.